سلام به روی ماه همه زبان آموزان عزیزم، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یک درس دیگه از سری آموزش های زبان انگلیسی با کانال زبان دات. من مهناز هستم و این درس یک درس آموزش لغت هست. طبق روال هر جلسه 5 لغت، اما اینکه شما عزیزان سوال پرسیده بودید که این لغت ها از کدوم کتاب هست و بر اساس چه کتابی آموزش داده میشه، باید بهتون بگم که این لغت ها از کتاب 4000 واژه ضروری برای زبان انگلیسی انتخاب میشن. میدونید یا اگر نمیدونید، این کتاب ها 6 جلد داره بچه ها، که از جلد 1، جلدی که قرمز رنگ هست، شروع کردیم ما آموزش لغاتش رو داریم به شما ارائه میدیم. اگر شما میخواید با هر افقی زبان انگلیسی رو یاد بگیرید، اگر میخواید آزمون‌های بین‌المللی مثل آیلتس و توفل بدید، میخواید مکالمه چه در سفر چه مکالمات تجاری یا مکالمات روزمره رو یاد بگیرید و هر هدف دیگه از یادگیری زبان انگلیسی دارید، در دو عنوان شما خودتون رو تقویت بکنید. 1. سطح لغت و وکابولاریتون رو به اون سطح عمومی و ایدئال برسونید. 2. حداقل گرامر رو در اون زبان بدونید. این در شروع کار هست. این کتاب های 4000 لغت ضروری که در 6 جلد طراحی شدن، اون میزان لغتی که شما به کمک اونها میتونید به اون سطح عمومی زبان انگلیسی و سطح بسیار خوبی از نظر لغت برسید بهتون تزریق میکنم، که ما از کتاب اول شروع کردیم. هر کتاب شامل 30 درس و هر درس 20 لغت رو به شما آموزش میده. طبق روالی که فعلا برای شروع ما انتخاب کردیم، در هر جلسه 5 لغت، یعنی هر درس حدوداً 4 جلسه زمان میبره. شما میتونید کتابش رو تهیه بکنید، میتونید پی دی اف این کتاب رو از اینترنت دانلود بکنید و باز پیشنهاد من به شما این هست که حتما خودتون یه دفترچه لغت رو برای خودتون داشته باشید. لغات رو بنویسید، اینکه شکل نوشتار لغات رو ببینید، تلفظش رو در نوشتار تمرین بکنید و مثال‌هایی رو برای خودتون از دیکشنری‌های مختلف درآورید، بنویسید، تمرین کنید. تا این لغت ها با تمرین زیاد در قالب جملات متفاوت تبدیل بشه به لغات فعال، یعنی لغاتی که بتونید در صحبت و سپیکینگ انگلیسی ازشون استفاده بکنید. اینکه شما 2000 لغت یاد بگیرید کافی نیست، مهم اونه که شما 10 لغت بلد باشید ولی با اون 10 لغت بتونید انگلیسی صحبت بکنید. و این زمانی اتفاق میفته که شما لغت هایی رو که یاد میگیرید در قالب جمله باشه، اون جمله بس داده بشه به جملات دیگه و بعد اون لغت رو بکشید به واقعیت زندگیتون و مدام در طول روز باهاش جمله های مختلف رو تمرین بکنید. خب دیگه فکر کنم خیلی صحبت کردم، بریم درسمون رو شروع بکنیم و لغت اول. کلمه اول یک ورب هست، یعنی یک فعل بچه‌ها، و در جایگاه فعل جمله قرار میگیره. تلفظش رو ببینید، create. استرس در قسمت یا در سیلاب دوم هست، پس سیلاب دوم رو کشیده تر تلفظ میکنم. create به معنای ساختن و یا به وجود آوردن. پس دو تا معنی، ساختن، به وجود آوردن. مثال اول رو ببینیم. She created an igloo. ببینید، create یعنی ساختن، اون created ساخت، یه فعل با قاعده هست که ایدی گرفته انتهای این فعل و رفته به زمان گذشته. اون ساخت چه چیزی رو ساخت؟ an igloo، یه ایگلو. خب به عکس نگاه بکنید، ایگلو این خونه هایی که با بلوکای از برف ساخته میشه، خونه های اسکیمویی بهش میگن ایگلو. اوکی؟ from blocks of snow یعنی از بلوکه های snow، یعنی برف. Blocks of snow یعنی بلوکه های برف. پس she created an igloo from blocks of snow، یعنی اون یک خونه اسکیمویی ساخت از این بلوکه های برف، طبق تصویر که دارید میبینید. و مثال بعدی، her behavior is creating a lot of problems. در این مثال create به معنای به وجود آوردن، her behavior یعنی رفتار او، behavior یعنی رفتار، her behavior رفتار او is creating a lot of problems، به وجود داره میاره، is creating داره به وجود میاره a lot of problems، یک عالم مسئله و مشکل رو. problem یعنی مشکل و problems یعنی مشکلات زیادی رو داره به وجود میاره.
کلمه بعدی kill. kill یک ورب هست بچه ها، یک فعله، پس باز در جایگاه فعل در جمله انگلیسی قرار میگیره. تلفظش چی شد؟ kill. kill. لطفاً kill نخونید، این ای کوتاه. kill به معنای کشتن، معنای این فعل میشه کشتن. مثال اولو ببینید. I killed the fly. خب یه فعل با قاعده هست، مجدداً برای اینکه بره به زمان گذشته انتهای اون ایدی قرار میگیره. I killed یعنی من کشتم the fly، مگس رو، من مگس رو کشتم، پس I killed the fly. مثال بعدی. Mom will kill me if I am late. Mom will kill me یعنی مامان منو میکشه. Will kill یعنی خواهد کشت me من را. If I am late اگر که I am late، خب late یعنی دیر. If I am late یعنی اگر دیر برسم. اگر معنی لغویش اینطور میشه که I am late یعنی من دیر هستم، ولی مفهوم اینه که اگر دیر برسم. If I am late. کلمه بعدی carefully. carefully ببینید carefully یک adverb هست. adverb یعنی قید بچه ها. قید کلمه ایه که میاد و روی فعل تمرکز میکنه و فعل رو بیشتر توضیح میده. اوکی؟ پس یک قید هست. carefully. carefully معناش چی میشه؟ با دقت. پس carefully به معنای با دقت. مثال اول رو ببینیم. The baby carefully climbed down the stairs. The baby یعنی بچه carefully با دقت climbed down. climbed down یعنی پایین آمدن. با دقت پایین اومد. climbed down the stairs یعنی پله ها. اوکی؟ از پله با دقت اومد پایین. حتی با احتیاط هم میتونیم معنی بکنیم این کلمه رو. مثال بعدی. You need to think very carefully. You need to یه تو نیاز داری، احتیاج داری think، فکر بکنی very carefully با دقت، یعنی با دقت تمام بشینی و فکر بکنی. که این قید هست، قید حالت بچه ها، میتونه قبل از فعل در جمله قرار بگیره یا بره و در انتهای جمله قرار بگیره. اما کلمه بعدی، این کلمه یک ورب هست، یک فعل هست. تلفظش رو ببینیم. approach. approach به معنای نزدیک شدن و حتی میتونیم اینطور معنی بکنیم، حرکت کردن به سمت. پس ببینید approach نزدیک شدن به یک مکانی، به یک شخصی شما نزدیک میشید، و یا میتونیم بگیم حرکت کردن به سمت. خب مثال اول رو ببینیم. The boy approached his school یعنی اون پسر حرکت کرد به سمت مدرسش. و چون یک فعل با قاعده هست، انتهای فعل ایدی اضافه کردیم و این فعل رفت به زمان گذشته. مثال دوم. The train یعنی قطار approached the main line. قطار approached حرکت کرد به سمت یا نزدیک شد به the main line. main line یعنی اون خط اصلی، محور اصلی. و کلمه آخر adventure. adventure یک نون هست، یک اسم هست بچه ها. ببینید این کلمه رو میتونیم اینطور معنی بکنیم، به معنای تجربه، اما تجربه هایی که در اونها هیجان زیادی وجود داره یا گاهن خطرناک اون تجربه ها. این عکس رو ببینید. شما وقتی که دارید صخره نوردی میکنید یا موج سواری میکنید روی راف وادرها، یعنی آبهایی که پر از موجهای خروشان و سنگین هست، یه این چنین تجربه هایی که درش هیجان زیاده و اصطلاحاً یه خورده ریسکی هست، به این چنین تجربه هایی میگن adventure. اوکی؟ پس تجربه معنی تجربه، اما تجربه های پر از هیجان. مثال اولو ببینیم. My grandfather told us about his adventure.
My grandfather یعنی پدر بزرگم told us گفت به ما told از فعل tell به معنای گفتن یک فعل بی قاعده هست و تبدیل شده به گذشته و شکلش کلن تغییر میکنه بی قاعده ها My grandfather told us پدر بزرگم گفت به ما about his adventure در رابطه با تجربه های در واقع پر از هیجانش یا اصطلاحاً ماجراجویی ها هم معنی میشه و مثال بعدی Riding in the rough water was an adventure Riding یعنی روندن In the rough water در آبهای خروشان عکسو ببینید این حالت رو Riding in the rough water یعنی روندن روی این در واقع آبهای خروشان Was an adventure یک حالت ماجراجویی بود یا یک تجربه پر از هیجان بود Was an adventure یک نون بود یک اسم بود و در جایگاه های اسم در جمله قرار گرفت این دو ویدیو که مرتبط با درس امروز هست و پیشنهاد میکنم حتما ببینید و اگر دوست داشتید کانال زبان دات رو سابسکرایب بکنید که از اینجا به بعد ویدیوهای بیشتری در زمینه آموزش زبان بتونید دریافت بکنید